سلام، من شهرام جعفری هستم. اگر در ونکوور تصمیم به خرید خونه دارید لطفاً به این برنامه گوش کنید. اگر به برنامه‌های قبلی گوش داده باشید تا این مرحله رسیدیم که به کمک مشاور املاکتون شما نهایت قیمتی که برای ملک مورد نظرتون می‌خواید پرداخت کنید رو پیدا کردید. حالا وقت نوشتن قرارداد برای خرید خونه است. من قبل از اینکه قرارداد خرید فروش ملک رو مشروحاً توضیح بدم لازمه که در مورد اهمیت و کارهایی که قرارداد انجام میده رو بگم. کار اول قرارداد برقراری ارتباط رسمی بین خریدار و فروشنده است. خریدار به طور رسمی به فروشنده اطلاع میده که ملک رو با چه قیمت و شرایطی میخواد بخره. کار دوم قرارداد کمک به انجام نقل و انتقال نهایی ملکه. در زمانی که وکلای خریدار و فروشنده میخوان نقل و انتقال نهایی رو انجام بدن، احتیاج دارن که طبق قرارداد اولیه عمل کنن. کار سوم کمک به تغییرات احتمالی که قرارداد اولیه به عنوان مبنای توافق قرار میگیره و اگر تغییری بخواد انجام بشه، با در نظر گرفتن توافق اولیه این تغییر انجام میشه. دوستان، یکی از مهمترین مراحل خرید و فروش خونه در این شهر تهیه قراردادی بدون اشکاله. چون نوشتن قراردادی بدون اشکال به طرف مقابل این پیغام رو میده که با افرادی با تجربه طرف هستن و این خودش کمک بزرگی برای مذاکره بر سر قیمت میکنه. ضمناً اگر شرایط بازار در حال صعود یا بالا رفتن باشه، مخصوصاً که تو این شهر که معمولاً اینطور هست، برای بعضی از فروشنده ها یک آرزوی خواهد بود که در قرارداد اشکالی پیدا کنن تا بتونن معامله را به واسطه اون اشکال در قرارداد باطل کنن و ملک رو با قیمت بالاتری به یک کس دیگه بفروشن. پس لطفاً مطمئن شوید که مشاور املاکتون در تهیه قرارداد خرید و فروش تجربه کافی رو داره. حالا اگر در این مورد یا هر موردی که مربوط به خرید و فروش ملکتون هست سوالی دارید، میتونید با شماره مستقیم من 604-724-3811 تماس بگیرید. با تشکر از اینکه به این برنامه گوش دادید.